یو سلام بچه‌ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. توی این ویدیو می‌خوایم بریم سراغ هدست ها. ما قبلا از اینجور ویدیو گرفتیم، مثلا برای هارد و چه هارد مناسبه برای کنسول من ویدیو گرفتم اینجا هست، و بعد از اون برای باتری و اینکه کلا آقا این کنترلر رو با چی شارژش کنیم، باتری از این چیزا بندازیم، قلمی‌ها بندازیم، از این باتری آماده بخریم، با کابل بزنیم، در مورد اونم ویدیو گذاشتم که اونم اینجاست، میتونید ببینید. حالا اومدیم نوبت هدست، در آینده میریم مثلا سراغ مانیتور، اینا هم قرار با هم دیگه بریم. قرار بهتون چند تا هدست معرفی کنم، اما اینجا قضیه این شکلیه که همه تجربه محوره، یعنی یا من خودم تستشون کردم یا شماها بهم گفتید که آقا مثلا من این هدست رو داشتم، این بوده، خوب بوده، خوب نبوده. و اینم توی اینستاگرام من استوری گذاشتم، بچه‌ها برام پیام دادن، من از بین اینا انتخاب کردم. یعنی هر کسی، حداقل کسایی که نزدیک به منن، تستش کردن، تجربه محوره و کمک میکنه. حالا میخوایم قبل از اینکه بریم سراغ این چند تایی که من براتون آماده کردم، حالا لایک و کامنتو که دیگه بزنید خودتون، قلب قرمز و آتیش یادتون نره. حالا چند تا نکته خیلی مهمی که باید بهش توجه کنید. هر هدستی خودتون میخواید بخرید، اصلا اینایی که من معرفی میکنم بیخیال، چیزی که خودتون میخواید بخرید باید به این چند تا نکته خیلی توجه کنید. نکته اول اینه که بچه ها رابطه اتصال هدستتون باید جک 3.5 میلیمتری باشه. جک 3.5 میلیمتری چیه؟ جک 3.5 میلیمتری همین سوکت جاهایی هستن که سوکت هندزفری به گوشی میزنیم، اونا جک 3.5 میلیمتری. خب باید هدست اون شکلی وصل بشه، نباید هدست یو اس بی باشه. هدست یو اس بی رو نمیتونید به کنترلر، به کنسولتون وصل کنید استفاده کنید، یه سری تبدیلای عجق وجق داره که اصلا نمیصرفه. کلا باید جک 3.5 بگیرید. الان این هدست مال هدست منه. خب ببینید یه حالت این شکلیه که دوتا سری داره. این جک 3.5 برای صدا، این یکی پاوره. پاور چیکار میکنه؟ برای این آر جی بی هاشه که تو ویدیوهای من همیشه خاموشه، چون وقتی اینو میذارم به دستت دیگه اینو نمیتونم جایی بزنم و کلا استفاده نکردم. حالا آخر ویدیو بهتون نشون میدم. پس باید حتما جک 3.5 باشه و حالا هدست خودم هم بهتون معرفیش میکنم. مورد بعدی که خیلی مهمه باز وزن هدست. بچه‌ها به وزن هدست خیلی دقت کنید وقتی میخواید بخرید. من خودم آدمی ام که خیلی زود سردرد میگیرم، میگرن دارم، برای همین هدست سنگین نمیتونم بذارم رو گوشم. یعنی من بجز تایمایی که ویدیو میگیرم خیلی کم موقع بازی کردن هدست رو میذارم، یعنی هندزفری استفاده میکنم، چون اینکه چند ساعت میمونه رو سرم اذیتم میکنه، سردرد میگیرم. پس به وزن هدستم خیلی توجه کنید. من مثلا قبل از اینکه این هدست گیمینگ رو بگیرم داشتم یکی دو تا از این هدست های معمولی که بلوتوثی ان و گیمینگ هم نیستن، چون اونا سبک بودن هیچ اصلا توجه نمیکردم به وزن. اما وقتی که اینو گرفتم یه ذره سنگین تر شد و خب موقع گیم ما خیلی رو سرمون میمونه، چندین ساعت بازی میکنیم، تازه فهمیدم که وزن خیلی مهمه. مورد بعدی که هست بچه‌ها بحث درایور هدست که چند میلیمتری باشه، که توی هر رنج قیمتی یه عددی داره ثابت که اونم حالا تو اینایی که میخوام معرفی کنم خیلی تفاوت نداره توشون، چون قیمت‌های خیلی اقتصادی رو میخوام بیشتر بهتون بگم. و بعد از اون بحث 7.1 کانال بودنه که هدست‌های خیلی خفن 7.1 کانال واقعین، و اونایی که مثلا قیمت پایین‌ترن اما 7.1 کانال هستن مجازین، یعنی مثلا فقط به پی سی وصل کنید میتونید با استفاده از برنامه‌ها اون استفاده کنید، حالت کنسولی نه. این همه این نکته‌ها بود. حالا بریم بهتون معرفی کنم موردایی که از تو چیزایی که شما گفتید خودم میتونستم و اضافه کنم، یه 4 5 تا مدلی هستش، بریم سراغش. خب بچه‌ها اولین هدست، هدست پرودو پی دی ایکس 410 بی کی 410، قیمتش خیلی مناسبه، 600-700 تومنه تقریبا. خب آر جی بی داره اینجاهاش، خب اینم که میکروفونشه. و یکی از بچه‌ها معرفی کرده بود، گفتم نسبت به قیمتش خوب بود واقعا، من حالا کیفیت ازش راضی بودم برای گیم و اینا. توضیحاتش، مشخصاتی که نوشته، خب ببینید جک 3.5 و طول کابلش هم که 2 متره، چیز خاص دیگه این سایت ننوشه. حالا مثلا ممکن سایت های دیگه برید باشه، ولی مهم اینه که آقا جک 3.5 باشه و خب بچه‌ها میگن کیفیتش هم خوبه. البته اینم بگم من این هدست ها رو از سایت های مختلف پیدا کردم، یعنی نمیگم برید از این سایت ها بخرید، فقط چون پیدا کردم آوردم. شما از هر سایتی که فکر میکنید معتبره، قیمتش مناسبه، خرید کنید. ولی بعدا یه ویدیو میذارم که کلا چطوری یه خرید اینترنتی خوب انجام بدید، اینو حتما براتون میسازم، واقعا به درد بخوره. پس این شد اولین هدستی که ما معرفی کردیم توی رنج قیمتی 600 تا 700 تومان.
هدست بعدی که خیلیاتون داشتید، حداقل 3-4 نفر پیام دادن به من گفتن اینو دارن، 2-3 نفرم گفتم اینو می‌خوایم بخریم، نمیدونیم بخریم یا نه. هدست اونیکوما K10 پرو. بچا قیمتی مناسبه. اینا بینم 600 700 تومانه. حالا اینجا رنگ‌های زیادی هم داره. نمیدونم این رنگ دقیقاً برای کجاشه. فکر می‌کنم کلا مشکیه این هدست. بچا این هدست خیلی آخریدن و خب هدست بعدی هم نیست. یعنی نسبت به قیمتش واقعاً خوبه. ولی یه چیزی که من ازش حس میکنم، حالا من نداشتمش از نزدیک، ولی حس میکنم متریالش یه ذره حساسه، یعنی پلاستیک سفته و ممکنه بشکنه اگر مراقبش نباشید. این شکلی خب هدست دیدید دیگه، میشکنه. اینو باید حواستون باشه و خیلی هم فروش داشته توی دیجی کالا. و چیزی که هم میگن، میگن آقا این میکروفونه نور نداره، فقط تو عکسش هست. حالا این خیلی مهم نیست، بریم مشخصاتش رو با هم ببینیم. خب مشخصات بچه، وزن 540 گرم، هدست من 340 گرمه و من اینقدر اذیت میکنه. حواستون به وزن باشه، 540 گرمه. پخش صدای 7.1 کانال هست فکر کنم، که فکر میکنم همون چیزه. و دیگه نویز کنسلینگ برای میکروفونش داره، سازگاره با کنسول، حالا اینجا هم نوشته. جک 3.5 و حالا کلید میدیدم مثل این که داره. درایورش هم 50 میلیمتریه و همین. این یه هدست خوبیه که اکثرا هم راضی بودم وقتی خریدنش. خب ولی خب میگم تو رنج قیمتش واقعا هدست مناسبیه. پس هدست بعدی شد K10 و اینو من نسبت قبلی حالا بیشتر ترجیح میدم. هدست بعدی هدستی که خودم دارم استفاده میکنم، رپو VH520C، اون سی آخرش هم هست. این رپو حالا VH530 هم داره، 530 USB فقط، ولی نمیتونید به کنسول بزنید، اما اینو میتونید به کنسول هم بزنید. میایم پایین، درایور 50. بعد براتون بگم که بریم سراغ چیزای دیگه. حذف نویز حالا داره، تنظیم ارتفاع داره، RGB داره، آها جک 3.5 و USB پاور، که همون USB برای پاور، یعنی برقی بگیره که فقط این RGB ها رو روشن کنه، یعنی نزنید هم میتونید استفاده کنید. بعد براتون بگم که خب وصل میشه به کنسول و اینا، کابلش هم 2 متره. حالا چون من اینا دارم، نظرتون چیه که بزنم ببینم RGB چه شکلیه با هم دیگه؟ خب بچه ها میبینید که اینم RGB شه، با حال بامزه است. میکروفونش هم یه چراغ کوچولوی داره. من از این راضی ام واقعا، یعنی این هدستیه که کیفیتش خوبه. الان فقط فاز میریم کانتر بازی کنیم. کیفیتش خوبه واقعا نسبت به قیمتش و قشنگ کاپش یه جوریه که گوشتون رو میگیره، اصلا بیرون صدا نمیشنوید، چون خیلی راحت میتونید ازش استفاده کنید. نسبت به قیمتش واقعا مناسبه، تقریبا 700 تومنه، 700 نزدیک به 800. این حالا ممکنه سایت های دیگه پایین‌تر هم بتونید پیدا کنید. به نظرم هدست خوبیه واقعا. هدست بعدی که میخوام معرفی کنم که یکی از بچه‌ها بازینو گفت و ترکیه برام آوردن، منم تو سایت های ایرانی خیلی نتونستم پیداش کنم، هدست رمپیج G10 حالا اینجا نوشته، برند رمپیج و قیمتش تقریبا 1-1.5 و هدست خوبی هم هست. من تحقیق کردم، هدست خوبی بود، ولی خب برندش یه ذره یه جوریه که مثلا شاید هر کسی نخواد بخرتش، ولی اینم هدست خوبیه. و آخرین هدستی که بچه‌ها به معرفی کردن، هدست ریزن کرکن برای کنسول، حالا که وصل بشه به کنسولا. خب دیگه ریزر رو میشناسید همتون دیگه، خدای هدستی داره که دیگه اصلا خفنه، ریزر خفنه. بریم با هم ببینیم. خب جک 3.5 قطعا باید باشه که وصل بشه، وزنش هم مناسبه، 320 تقریبا 20 گرم هم سبکتر از هدستی که من الان دارم، پس خوبه. و اطلاعات دیگه خیلی ننوشتم، مثلا قطر درایورها رو ننوشته. و خب اینم آخرین هدستی بود که می‌خواستم بهتون معرفی کنم که هدست خفنیه. بچه‌ها حالا همتون اینستاگرام من نداشتید، ممکنه شما الان یه هدستی داشته باشید اما نتونستید نظرتون رو بهم بگید. پس کاری که الان می‌خوام شما بکنید اینه که اگر یه هدستی دارید که من اینجا معرفیش نکردم و از به کنسولتون وصل می‌کنید استفاده می‌کنید، حتما نظرتون رو با مدل هدست توی دیسکریپشن بنویسید. مثلا بگید آقا من هدست VH520C رپو دارم، قیمتش 700 تا 800 تومانه و نظرم اینه، سبک سنگین، صدا پا خوب میده، کیفیت صداش خوبه، نمیدونم میکروفونش نویز میندازه نمیندازه، نظرتون رو بهم بگید. خیلی خوبه، من لایک میکنم، بچه‌ها میبینن آقا میخواد یکی خرید کنه، یه سری اطلاعات داشته باشه. دمتون هم گرمه، امیدوارم که ویدیو به دردتون خورده باشه. این چند تا هدست بود که بیشترشون هم قیمت ها اقتصادی بود که بتونید بگیرید. شاید آقا دیگه هدست های گرون قیمت طوریه که دیگه اکثرا خوبن، خب ولی ارزونا رو باید توجه کنیم، اونا که قیمتشون پایین‌تره یه چیز خوبتر بگیریم. و همین، امیدوارم به درتون هم خورده باشه. دو تا ویدیو هم بهتون نشون میدم، دوست داشتید ببینید و فعلا.